و طبیعی است که وقتی که میبینیم اتفاق افتاد در ایران و تحقق پیدا کرد، آرزوی ما دنبالش خواهیم بود. نظرتون در مورد مشی و نقش کسانی که ادعا میشه رهبری جنبش سبز ایران رو دارن یا به این عنوان شناخته شده اصلا در سطح جمع آقایون موسوی، کروبی یا خاتمی چی است؟ نوشته های شما گویای این هست که ضمن اینکه جنبش سبز رو فاقد رهبری میدونید، اما به نوعی از عمل که از صحبت های اینها دفاع میکنید که بایستی حمایت بشید. بله، برای اینکه جنبش سبز جنبش بیشکلی است و کسانی باید از سوی جنبش سبز سخنانی بگویند که اگر در جهت جنبش سبز باشد بسیار خوب است. آنچه ما میبینیم و نوشته های من گواه است، ما شاهد پیشرفت سریع و گام به گام هر دو نفر در مسیر لیبرال دموکراسی هستیم. کسانی که یک سال پیش صحبت از شال سبز اسلامی میکردند، امروز میبینید که میگویند مردم مثلا آزادن، هر حکومتی رو میخواهند انتخاب کنن، قانون اساسی قابل تغییر است، از آسمان نیفتاده است و بسیاری حرفای دیگه. همه صحبت مردم است و حقوق مردم. این است که ما پشتیبانی میکنیم از این افراد تا وقتی که وفادارن به جنبش سبز. نظر شما در مورد تقابلی که در ایران دیده میشه در مورد باند قدرت عرض میکنم، تقابل مجلس با رئیس جمهور، تقابل رئیس قوه قضاییه با رئیس جمهور، تازگی هم که دیدید که سلب مسئولیت شده از 3 قاضی به ویژه آقای مرتضوی که مورد حمایت آقای احمدی نژاد هستن که به عنوان یک کشتار با آقای احمدی نژاد از اون اسم برده میشه، این شکاف و رودررویی که بین اعضای باند قدرت افتاده رو چطور ارزیابی میکنید؟ من خوشحالم بگم که 5 سال پیش حزب ما اعلام که این خطر رو کرد که ایران به طرف یک دیکتاتوری صدامی می رود، یعنی دیکتاتوری جنایت آمیز مافیایی که از سپاه هم ما نام برده بودیم که سپاه با دست در دست یک بخش خطرناک روحانیت در صدد دست انداختن بر تمام منابع کشور و تمام قدرت و خامنه ایران بازیچه قرار خواهد داد و یک دیکتاتوری برقرار خواهد کرد از نمونه صدام، یک نفر همه تصمیمات رو بگیرد. تمام اختلافات که امروز بروز کرده است و کشاکش‌ها بر سر این است که احمدی نژاد می‌خواهد همه قدرت رو در دست بگیرد. رسماً می‌گوید قانون اون نیست که من تشخیص بدم که درست است یا خیر. این اولین بار در دنیا یک کسی هم چهره زده و خب کشور رو داره به طرف یک بحران اتمی که ممکنه خیلی خطرناک بشه برای ایران می‌برد. در اینجا موج مخالفت‌ها بالا گرفته، هم برای منافع شخصی خودشون، حفظ آنچه مونده است از منافع شخصی، و هم احیاناً برای حفظ کشور و نظام، چون اینا رو بر نظام میخوان کشور رو، ولی به هر حال حالا کشور هم دودش بیاد. علت این اختلافات این است خیلی هم جدی است و اگر جناح مقابل، حالا من اصلا دیگه کاری ندارم اینا سابقشون چیه، برای اینکه مسئله محاکمه نیست در کار، مسئله سیاسیه و روزه. اگر جناح مقابل سست بیاید، برای همیشه از صحنه خارج خواهند شد، نابودش خواهند کرد. این دسته عین صدام حسین عمل خواهند کرد، ذره اختلاف و مخالفت و تفاوت رو تحمل نخواهند کرد. شرایط امروز ایران، بهتر به جای اسم مقدس ایران جمهوری اسلامی رو به کار ببرم، من شرایط امروز جمهوری اسلامی به صورتی است که احتمال وقوع حمله نظامی هست. شما ارزیابیتون در مورد برخورد و تقابل دنیا با جمهوری اسلامی به چه صورتی هست و اینکه جمهوری اسلامی به اتکای کدام ابزار نظامی چنین رجزخونی میکنه و گزافه گویی میگه؟ من این وقت نوشته بودم که نادانی قدرت زیادی به انسان میده، محدودیت و نادانی. اینا حقیقتاً بسیاریشون مزخرفاتی که میگویند و ادعاهایی که میکنند رو باور دارن، یعنی اینو برای ترساندن دشمن به اصطلاح و تحت تاثیر قرار دادن دوست میگویند، خودشون اول باور کردن. حقیقتاً فکر میکنن که توانایی این رو دارن که در برابر حمله نظامی بایستن، ولی حقیقتش این است که ایران لقمه چند روزه بیشتر نخواهد بود. نه اینکه به اشغال کنند ایران رو، ولی ضربه خواهند زد که کمرش رو نخواهد تونست راست کنه. ولی خطر عمده حمله نظامی آنچه اتفاقاتی که بعداً خواهد افتاد در ایران، یعنی تیکه پاره شدن مملکت، چون اگر یه قدرت مرکزی وجود نداشته باشد در شرایط کنونی ایران تیکه پاره خواهد شد. خوشبختانه من تصور نمی‌کنم که یکی دو سال آینده ما شاهد چنین اتفاقی باشیم.
و تمرکز کنونی سیاست امریکا بر تحریم‌های سخت جمهوری اسلامی است که بسیار فراتر از تحریم‌های شورای امنیت داره میره و پیوستن گروه پرچه بزرگتری از کشورها به امریکاست. من امیدوار هستم که با سخت شدن این تحریم‌ها خطر جنگ از بین برود. تصور میکنید جمهوری اسلامی این خطر جنگ رو جدی گرفته؟ در محافلی مسلماً جدی گرفتند و یک دلیل شادیم و یک نشانه شادیم باشه که پولها خیلی به سرعت بیشتر داره از ایران خارج میشه و خانواده سران و آخوندها و اینا میرن به بیرون. مسلماً اینا احساس خطر میکنند. من به عنوان آخرین سوال، چون وقتمون خیلی کم بود، و تشکر میکنم از شما که با ضیق وقت این وقت رو در اختیار ما گذاشتید، آخرین سوال رو طرح کنم خدمتون. به نظر میرسه که غرب اون چرا که مد نظر داره و به عنوان یک خطر حس میکنه، دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای از تمام این تحریم هایی که انجام میشه یا حمایت هایی که از جنبش مردم میشه، فقط به خاطر اینکه ممانعت به عمل بیاره از دستیابی ایران جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. اگر ایران با در این زمینه با غرب کنار بیاد، آیا روش رفتار غرب تغییر میکنه، با جمهوری اسلامی هماهنگ میشه یا باز هم به حمایت از مردم ادامه میده؟ فقط خطر مسلح شدن جمهوری اسلامی به اتمی نیست، گرچه این بزرگترینه. مداخلات جمهوری اسلامی در افغانستان هم خیلی برای امریکا مهم است و اگر مذاکره شروع بشود اونجا رو هم در بر خواهد گرفت. ولی اگر هم امریکایی ها با جمهوری اسلامی کنار بیان، که بسیار بسیار بعید است به نظر من، موفقیت های محدودی ممکن است نصیبشون بشود در این تحریم ها، دلیلی نیست که از جمهوری اسلامی پشتیبانی بکنن. دشمنی بین دو کشور به این زودی ها برطرف شدنی نیست. با وضعی که در امریکا نسبت جمهوری ها، افکار عمومی امریکا کار به جایی رسیده است که دارن کتاب قرآن رو آتش میزنن، مسلمان ها رو کتک میزنن، تو تاکسی چاقو میزنن. خیلی فضای امریکا هم بد شده است. این است که نه، اختلافات دو کشور عمیق‌تر از این هاست. ولی حال فرزند امریکایی از جنبش مردم پشتیبانی نکردم، نکن. مردم به اندازه کافی نیرومند هستند، جمهوری اسلامی به اندازه کافی برای خودش گرفتاری درست خواهد کرد. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من در آخر برنامه فقط به یک نکته کوتاه طبق معمول اشاره میکنم. آقای احمدی نژاد اعلام کردن که به زودی ماهواره‌ای رو به فضا خواهند فرستاد که به مدت یک سال در مدار خواهد بود. پیشنهاد میکنم به ایشون در ابتدا به فکر تولید بنزین برای ماشین‌های سطح خیابون باشند تا سوخت و تکنولوژی دست یافتن به ماهواره. ایشون قرار بود که 200,000 کارمند دولت رو تا همین ماه بفرستن به بیرون، 1,000 نفر فرستادن. همه ادعاش میگم، اینا واقعا مزخرفاتی میگن که بعد خودشون باور میکنن خطرش اینجاست، بعدم نشودم هیچ اتفاقی نمیفته، کسی به روشون نمیاره. شما یک بحثی رو باز کردید، من یک دقیقه دیگه از شما وقت بگیرم. خود آقای احمدی نژاد مسئولین جمهوری اسلامی میدونن که تمام اون چیزی که ابراز میکنن دروغ هست و واهی هست. برای چی اینها رو اینقدر با صدای رسا اعلام میکنن تا به نوعی مضحکه افکار عمومی دنیا بشن؟ بسیار اتفاق میافتد که انسان دروغ های خودش رو زودتر از بقیه باور میکنه. ممکن است مسئله احمدی نژاد همین باشه. حقیقتا در چنین احوالی به سر می برن که من آدم به کلی اطلاعی است، نمیدونه یعنی چه ماهواره در فضا، نمیدونه یک سال بالا یعنی چه. اینا از کمتر اطلاعی خوانده که بله امریکایی‌ها این کار کردن پس ما میکنیم. بله، اشاره هم کرده بودن که از 1,000 کیلومتر که بگذریم سرازیری هست و اونجا راحت تر ماهواره ادامه میده. اینجوری دیگه، مثل ادبیاتشه. ما یاد یه چاله میدونی رو چی بودشیم رئیس جمهور ایران، خواهد چاله میدونی همین انتصال میشه. این شخصی که شما میفرمایید سران سپاه پشت سرش هستن و تمام مملکت رو قبضه کردن. آدم سران سپاه هست احمدی نژاد. سران سپاه دست انداختن روی همه چیز و از طریق این به همه جا رسیدن. اگر لازم باشد این هم کنار خواهند زد.